سرخط خبرها، پامپیو، دیدار با معاون طالبان که خون دوستم را در دست داشت، دشوار بود. واکنش ها به لغو بازی کرکت افغانستان، از نقد روابط صمیمی با طالبان تا سپاس از استرالیا. احمد مسعود هیئت امریکایی را در دوشنبه تاجیکستان نخرداخ کرد و رهبر طالبان تومه هواپیماهای بدون سرنشین در داخل خانهش در کندهار. وزیر خارجه سابق امریکا میگوید در جریان مذاکرات صلح دولت ایالات متحده امریکا با طالبان یکی از معاونان این گروه را ملاقات کردم که تقریبا به یقین میتوان گفت یکی از دوستانم را کشته است. مایک پامپیو در جریان مصاحبه در دانشگاه شیکاگو گفت مذاکره با چنین آدم زیر یک سقف مشکل بود. ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی معاونین رئیس الوزرای طالبان هر دو در گفتگوهای صلح دولت امریکا با طالبان در قطر حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر در آن زمان ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان را بر عهده داشت و ملا عبدالسلام حنفی عضو این هیئت بود. با این حال آقای پامپیو مشخص نکرده است که منظورش از معاون طالبان دقیقاً چی کسی بوده است. مایک پامپیو تاکید کرده است که 4 یا 5 بار با رهبری طالبان دیدار کرده و دیدارهای سخت با آنها داشته است. آقای پامپیو پیش از رسیدن به وزارت خارجه رئیس سیا بود. وزیر خارجه پیشین آمریکا در دانشگاه شیکاگو گفت به طرز باور نکردنی از اشرف غنی ناامید شده بود. مایک پامپیو گفته آقای غنی خود را رئیس جمهور منتخب میخوان اما بسیار بدتر از رقیب خود انتخابات را دزدید. او افزود آقای غنی سرانجام فرار کرد اما مردم افغانستان را در رنج رها کرد. آقای پامپیو گفته که اشرف غنی فکر میکرد من از او میخواهم کنار برود اما من چنین خواستی نداشتم. او گفته که لازم بود آمریکا وارد عمل شود و هم افغانها را دور میز مذاکره جمع کنند. واکنش ها به لغو بازی کرکت افغانستان، از نقد روابط صمیمی با طالبان تا سپاس از استرالیا. اقدام تیم کرکت استرالیا برای لغو مسابقه با افغانستان با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شده است. شمار گسترده از کاربران شبکه های اجتماعی از تیم کرکت استرالیا به خاطر حمایت از حقوق بشری زنان و دختران افغانستان سپاسگزاری کرده است. شمار دیگر تصویر دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان با بازیکنان تیم کرکت افغانستان را منتشر کرده و گفتند این عکس رابطه صمیمانه تیم کرکت با یک گروه تروریستی را نشان می‌دهد. دو روز پیش تیم کرکت استرالیا اعلام کرد که مسابقهش با تیم کرکت افغانستان را در اعتراض به وضع محدودیت‌های ظالمانه علیه زنان لغو می‌کند. بورد کرکت افغانستان در واکنش به این تصمیم از استرالیا خواست با ورزش برخورد سیاسی نکند. رئیس بورد کرکت استرالیا در واکنش به این اظهارات گفت حمایت از حقوق بشر موضع سیاسی نیست. موضعی که واکنش‌های گسترده شهروندان افغانستان را نیز در پی داشته است. شفیقه اخپلواک، شاعر مشهور زبان پشتو، از بازیکنان تیم کرکت افغانستان پرسیده است آیا این که بیش از نیم از مردم افغانستان از تحصیل، کار، فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محرومند به نظر شما یک موضوع سیاسی است؟ خانم اخپلواک تصریح کرده است که محدودیت های وضع شده در برابر زنان یک فاجعه انسانی است. سالم وحدت، جنرال قنصل سابق افغانستان در شهر ونکوی کانادا، با انتشار تصویر دیدار رهبر شبکه حقانی با بازیکنان تیم کرکت افغانستان نوشته است تیم کرکت افغانستان بدون توجه به محدودیت‌های مال شده برای زنان افغانستان در کنار گروه تروریستی حقانی و در مقابل مردم قرار گرفتند. آقای وحدت نوشته است که نمایندگان کرکت هیچ کشور نباید با تیم مسابقه بدهد که از یک گروه تروریستی حمایت نکند. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، با انتشار توییت از تیم کرکت استرالیا نوشته است رهبران طالبان باید بدانند که هر حمل عواقب در پی دارد. مریم سلیمان خیل، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان، با سپاسگزاری از تیم کرکت استرالیا گفته است اقدام عملی شما بیش از الفاظ رهبران فیمینیست در جهان برای دختران افغانستان معنا دارد. انیسه شهید، خبرنگار، میگوید در حالی که تیم کرکت افغانستان در کنار سراج الدین حقانی استاد، بازیکنان تیم کرکت استرالیا در کنار دختران و زنان افغانستان استادند. احمد مسعود حاضر نشد با هیئت امریکا ملاقات کند. گفته شده که قرار است محمود صیقل، نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد با انفاق، آقای رحمتی با هیئت جمهوری خواهان امریکا در دوشنبه دیدار کنند. در روزهای اخیر هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان قندهار دیده شده است.
طی 3 روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان قندهار دیده شده است. یک منبع از ولایت قندهار روز شنبه میگوید که طی 3 روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان شهر قندهار و برخی از ولسوالی‌های این ولایت دیده شده، اما به گفته منبع هدف این پروازها هنوز مشخص نشده است. منبع می افزاید که هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر در شهر قندهار و مربوطات ولسوالی میوند مانع می دهد. هواپیماهای بدون سرنشین در حال در قندهار گشت می زند که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و شمار از مقامهای بلندپایی این گروه در ولایت قندهار حضور دارند. پیش از این در برخی از ولایات افغانستان هواپیماهای بدون سرنشین بر اهداف حمله کرده است. حمله بر کارمندان وزارت خارجه طالبان. آگاهان، افغانستان به بهشت تروریسم بدل شده است. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد. حمله انتحاری در مقابل دروازه ورودی وزارت امور خارجه کشور زیر اداره طالبان جان 23 کارمند این وزارت را گرفت و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. یک روز پس از رویداد شبخانه امرجنسی در کابل اعلام کرد که 47 قربانی این حمله مرگبار به این مرکز سیهی آورده شده است که وضعیت 19 تن آنان وخیم است. با حمله بر وزارت خارجه طالبان برخی از تحلیلگران افغانستان را بهشت ترورستان و سیاچال امنیتی جهان توصیف میکنند. به باور آنان حمله بر وزارت خارجه برای کشورهای منطقه که با طالبان روابط نزدیک دارند پیام میدهد که این نزدیکی برایشان هزینه های سنگین در قبال دارد. از نظر آنان افغانستان وارد مرحله شدیدتر از رقابت های منطقه ای شده. شهروندان کشور اما میگویند که طالبان مسئول و بنیانگذار چنین حملاتند و نباید با انداختن مسئولیت چنین حملات مرگبار بر دوش داعش زمینه تدهیر خود را فراهم کنند. وزارت خارجه که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارد در طول دو دهه گذشته که از نهادهایی بوده است که از حمله های عراس افغانانه مسئول مانده بود. ساحه این وزارت پس از نظام جمهوریت نیز تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان قرار داشت. اکنون منابع به روزنامه 8 صبح میگویند کسانی که از این ساحه عبور و مرور میکنند طالبان برایشان کارت رفت آمد دادند. این ساحه دیپلماتیک و ظاهرا حفاظت شده حوالی ساعت 3:30 عصر چهارشنبه 22 جدی گواهی رویداد خونین بود که در نتیجه آن 23 تن از کارمندان و دیپلمات‌های این وزارت جان باخته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. منابع میگویند در میان زخمیان 25 تن آنان کارمندان سابقه دار این وزارتند و دیگران افراد طالبان و آبران میباشند. یک روز پس از این انفجار شبخانه امرجنسی در کابل اعلام کرد که 47 قربانی رویداد به این مرکز سیهی منتقل شده و 3 تن آنان پیش از رسیدن به این شبخانه جان باخته بودند. استفانو سوزا رئیس شبخانه امرجنسی در کابل ناوقت روز پنجشنبه 22 جری در یک نوار تصویری گفت که وضعیت 19 تن از زخمیان رویداد وخیم است. با گفته او بیشتر قربانیان از نای شکم، سینه و سر زخم برداشته است. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.